شما که غریبه نیستید نوشته خوشنگ مرادی کرمانی بخش چهارم تابستان است و من پیش دست اوس علی رحمان کار می کنم علی آدم خوبی است تابستان ها از گرمای شهداد میگریزد و میآید سیرچ توی خانه ما اتراق می کند. وقتی روی داربست بنایی گچه را از روی لاوک یا به قول ما تقار بنایی بر می دارم و تو دست کوچولویم می گیرم و دستش می دهم دست های کار کرده و پین بستش را می بینم دست راست یا چپش یادم نیست یکی از آنها دو انگشت ندارد آها یادم آمد دست راستش بود که دو تا انگشت نداشت هر وقت گچ را توی دست راستش میگذاشتم میدیدم که به چه زحمت و مهارتی گچ ها را می گیرد و به سینه دیوار یا به سخت روی کاه گلها می مالد و با دست چپ با مال صافشان می کند. یکی دو بار هم پدرم را برده بود که کار کند از بس با خودش حرف زده بود و سیگار می خواست و مستراح می رفت عذرش را خواسته بود و به نن بابا گفته بود این نمی تونه کار کنه خوش رو می برم. غروب به غروب اوسا پنج قران می گذارد کف دستم هم را جمع می کنم از صبح که می رفتم حواسم به کماجدان آبگوشت بود که زیر خلوارهای آتش زیر پهن آتش گرفته قل قل می جوشید و بوی خوشش حیات را بر می داشت زن صاحبکار چای می داد میوه هم می داد و شورش از چشمش به ما بود که وقت را هدر ندهیم خودش تند و تند کار می کرد که ما یاد بگیریم و هی زیر لب می گفت یالا یالا چقدر زمان دیر می خسته شده ام ظهر نمی شود سایه دیوار که روی خودش بیفتد ظهر می شود و می نشینیم زیر درخت بغل حوز بغل جو روی حسیری می نشینیم و نان تلیت می کنیم تو آبگوشت چرب و می خوریم. وقتی نان را با دست هایم می گیرم زبری نان پوست نازک انگوشت هایم را می سوزاند. گچ و خشت پوست دست هایم را برده است. خسته که می آسمان را نگاه می کنم و بچه ها را. بچه های صابخانه را که پسر و دخترند. ریزه می زند. تو دست و پا بول می زند. کار میکنند. کنند. دختره که چهار پنج ساله خشت ها را به زور بغل می کند و پای کار می آورد. نیرو میگیرم به غروب فکر می کنم که اوسا پنج قران میگذارد کف دستم چهار تا پنج قرانی جمع کردم. ام پولدار می شوم با پولهایم چه کنم شب دستها و بدنم درد می کند. پولهایم را که می شمارم درد ها از یادم میرود مریض می شوم گلویم می سوزد کم کم ورم می کند پوست زیر گلو تا نزدیک گوش هایم پر از باد می شود. راه که می روم، تکان که می خورم، انبان پر از باد و درد زیر چانه ام می لرزد. اوریون گرفتم. خوابیدم. نن بابا هی به هم ختمی می دهد. ختمی گیاه دارویی است. با های ریز و آبی و بنفش که توی سیرش فراوان است. کاربرد زیاد دارد. هرکس مریض می شود اول ختمی می خورد. ننه بابا تند تند ختمی توی آب می ریزد. آب میزند، زند. ختمی آب را آبی و بنفش می کنند. مزه ندارند. ننه بابا تکه قند توی آب و آبی و بنفش می ریزد. آب ختمی. از گلویم پایین می رود. گلویم خونک می شود. شیرینیش زبان و گلویم را شیرین می کند. ننه بابا ختمیم درشت که با ان ختمیم می 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 به آن ختمی خبازه میگویند خیس میکند و میریزد توی دستمال و میبندد به گلویم حوصلهام از خوابیدن سر میرود بلند میشوم چند قدم که بر میدارم سرم گیج میرود پاهام قوت ندارد برمیگردم و میخوابم ننه بابا زیر کوار برام تشکی انداخته روی تشک خوابم میبرد دست پیر و مهربانی تکانم میدهد. دهد. خوشو، خوشو، چطوری مادر؟ لیموشیرینی که نمیدونم از کجا آورده قاچ می کند. نصفه لیمو را توی دست لاغر و لرزان و رگ رگیش می گیرد و آرام آبش را می چکاند تو گلوم. چه مزه خوشی دارد. به نن بابا نگاه می کنم. مهربانی تمام مادرها و زنها را در چشمهایش می بینم. دستم را میگیرد و میبرد سر کوچه زیر درخت توت نجف علی آتش روشن میکند و مرا از روی آتش میپراند زیر لب دعا میخواند چقدر دلم میخواست مریض شوم مریض که میشدم عزیز میشدم عزیز بودن را دوست دارم همسایه ها میآیند به احوال پرسیم کسی با هم دعوا نمیکند کند تو حال بیماری و درد پول هم را می شمارم. پوشو پولاتو قرض میدی عمود که اومد ازش میگیرم و پست میدم پول هم را زیر بالش قایم کردم هی نی شمارمشان دلم نمی آید از دستشان بدهم دوستشان دارم چه چیزهایی که میتوانم با آنها بخرم اگر پول هم را به نن بابا بدهم به این آسانی نمیتوانم پسشان بگیرم نن بابا پولامو کی میدی؟ نه تاز. پولاتو پولتو نمی میدم خدا نکنه آدم طلبکاری مثل تو داشته باشه حالم که بهتر می شود پیش دست او سالی نمیروم میروم ملا پیش کلمم جعفر قرآن یاد بگیرم تا که مدرسه تعدیل می شود چند از بچه ها می پیش او پیرمرد کم حوصله و سخت گیری است شلوغی و خیال بافی و خنگی من با اخلاق او جور نیست چند آیه از قرآن به سختی یاد می گیرم. پیش رفت نمی کنم. ملو با چوب می زند روی دستهام. بلند می و فرار می کنم. می رویم لب رودخانه توی پونه ها می خوابم. و آسمان را نگاه می کنم. می گردم توی آبی آسمان بی عبر. ستاره پیدا کنم. آنقدر به آسمان چشم می دوزم تا بتوانم روز روشن ستاره پیدا کنم. صدایی پدرم میآید که ترانه میخواند. خواند آه ران سوزنه دست تو بودم خدا می دونه میونه بنجه با دست تو بودم خدا می کلمم جعفر دیگر مرا سر درسش راه نداد. نر بابا می گفت این باباتی خدا آخر اقبتت رو به خیر کنه. خدا نکنه تو مثل اون بشی کارت عین اونه میترسم بدبخت بشی شبا هی فکر میکردم میترسیدم مثل پدرم دیوانه بشوم قرآن من قدیمی بود ورق ورق شده بود هر روز یکی از ورقهایش کنده میشد ننه بابا برقای کنده شده را میداد به من که ببرم بگذارم تو زیارتگاه کمرکش کوه سفارش میکرد التماس میکرد که یه وقت دستت نیفته تو جو رو زمین گناه میکنی قرآن نفرین میکنه بدبخت میشیم ورق کنده شده را سر دست میگیرم و از سینکش کوچه و کوه بالا میدوم به ورق نگاه میکنم و میدوم باد میآید ورق را توی دستم می لرزاند. تنم می لرزد. بیفتد و بدبخت شویم. نمیدانم بدبختی چیست. چه قدر است. فقط ازش میترسم فکر می کنم بدبختی قول بیشاخ و دومیست که می افتد روی آدم و نمی گذارد تکان بخورد. مثل قصه ها در پناه دیوار می که ورق از ضرب باد در امان باشد. به دامنی کوه که میرسم باد تند می شود، زوزه می کشد و خاک و خل و خاشاک به سر و چشمم می پاشد. می ترسم برق را به سینم بچسبانم. پاک نیستم. ننه بابا می گفت پاک نیستی. چشمایم را می بندم و از کوه بالا می روم. می دوم. باد ورق را از دستم می گیرد. تو هوا تاب می دهد و می برد. دنبالش می دوم. کفش های پاره و خرابم از پایم در می آید. پا برهن دنبال باد دنبال ورق می دوهم. روی سنگ های ریز و تیز خارها و گورها می دبم. پیش باد التماس می کنم که ورق را بده باد ورق را می برد می برد توی باغ کل رحیم روی درخت انجیر زرد کنار برگ ها می نشانده، از درخت بالا می روم. ورق را از شاخه می گیرم. با ترس و احتیاط و احترام میبرم میگذارم تو زیارتگاه روی قرآن ها و کتاب های دعا نزدیک شم های نیم سوخته خاموش ریخته افتاده و رنگ به رنگ شم ها را دوست داشتم ننه بابا که تو زیارتگاه نماز میخواند کنار شم های روشن میخوابیدم انگشتایم را روبروی شم ها میگرفتم همقدر شم ها میکردم از بغل نگاهشم می کردم. نوک انگوشت ها بالای ناخون ها شعله بود. انگوشت شمع شده بود. با سوختن و کوتاه شدن شم یواش یواش انگشتم را پایین می آوردم. نده بابا هرس می خورد. الله اکبر الله اکبر می گفت و دست تکان می داد که نکن می سوزی. ننه بابا از لامذهبی مرادی ها دل خوشی ندارد و میگوید شما مرادی ها از نسل ابن ملجم مرادی که مولا رو شهید کرد هستین هر وقت میخواهد به من سرکوفت بزند میگوید از جدتون مرادلی بزرگ گرفته تا آقباباتو و تو آدمای بیدینی هستین که خدا ازتون نمیگذره شبا که مینشینیم دور چراغ لامپا از آق بابا می گوید که با مذهب و مذهبی ها شوخی میکرده و نجسی می خورده و با زرتشتی ها که توی سیرچ باغ داشته انبیا بیا و برو داشته از همه بدتر پیش از گرفتن نن بابا در نوجوانی و خامی عاشق دختری به اسم بانو بوده شب و روز دوربر خانه بانو موس موس می کرده. دختر چشم دریده و بیهیا می آمده لب رودخانه که مثلا ظرف بشوید. آق بابا از توی باغ برایش آواز می خانده. به سر کوه بلند آلون شوند درختی همقدر قده اگر دونم که یار از این زانو به اون زانو یک بار هم کاسه مسی بانو را آب رودخانه میبرد آق بابا میپرد و میدود و کاسه دختر را از آب میگیرد و میدهد دستش دختر از آن نگاه ها به آق بابا میکند نن بابا همه ی ای اینها رو میداند خوب یادش بانده. نن بابا مدام توبه می کند و حرس می خورد و می ترسد که آتش جهنم دامن او را هم بگیرد. چون با مردی زندگی کرده که آنجوری بوده و از آن کارها کرده. مرا نصیحت می کند که مثل جد و آبا هم نشدم. می گوید هر بدبختی می کشیم بابت گناه که مرادی ها پشت در پشت کردند. آن وقتها دعواشان که میشد گذشته ها را به رخ هم می کشیدند. آق بابا سال وبایی ترسیده بود. حلقه ای انداخته بود گردنش. تفنگش را برداشته بود و رفته بود زیر درخت گردو نشسته بود. و می گفت هر کس طرف من بیاد میزنمش. و ننه بابا سال سیل فلج و زمینگیر بود. صدای هوهو یا رودخانه که آمد همه رفته بودند بالای کوه و یادشان رفته بود نن بابا رو ببرند از بس دست پاچه بودند آق بابا از میانه راه برگشته بود و دیده بود زنش نیست نگو که آدم مریض و زمینگیر از ترس جانش با چنگ و دندان زودتر از همه خودش را کشیده بود بالای کوه چقدر عذاب کشیده بود نن بابا از کارهای ناباب و بیفکری آق بابا اما این رویه کار است اینها حرف است و گله و قصه های عذاب کشیدن از شوهر و خانواده شوهر تعدلش عاشق آق است همیشه و در همه حال دلش با نصر الله است برایش نماز میخواند روزه میگیرد نظری میدهد و راست میرود سر خاکش لباس و انگشتر و چوب سیگاری و تصویحش را توی صندوقی نگه داشته. هر وقت دلتنگ می شود می روید سراغشان. برشان می دارد بویشان می کند. به درخت بزرگ انگور که روی دار وست تمام حیات خانه را پوشانیده نگاه می کند. هر بهار که درخت برگ می کند. هر تابستان که خوشهای انگور می رسند. زرد و درشت و شیرین می میگوید خدا رحمتت کنه نصر الله هر جا نگاه میکند نصر الله را می بیند. موهایش را کشانه میکند می کند. موهای پیر و سست و سفید کنده می شوند. لایه دندانه های شانه چوبی گیر میکنند آنها را از دندانه شانه میگیرد توی دستش مچاله می میکند می توی ترک دیوارهای خشت و گلی و میگوید اینها امانت خداست نسولا موهام رو خیلی دوست داشت جوان که بودم موهام رو میبویید نمیذاش کوتاهشون کنم موجه خم میشد و میرفت توی چشم اذیت میشد مقاش را بر می داشت. مقاش انبار کوچکی بود نن بابا می و با انگشت پیر و چروکیدش پلکا را پایین میکشید. و مقاش را میداد دست من پوشو بیا مورو با سر مقاش از چشمم در بیار چشمت میبینه کنارش زانو میزدم به سفیدی بیرون زده از زیر پلک نگاه میکردم مجعی ریز افتاده روی سفیدی چسبیده به سفیدی چشم را میدیدم آرام آرام سر مقاش را به چشم نزدیک میکردم ننه بابا دل واپس بود و میترسید انگشتش می لرزید. پلکش می لرزید. یه وقت سر مقاشو نزنی تو چشمم کورم کنی. نه ترس. سر مقاش رو توی چشم می شرخندم. موجه یا ریز و افتاده به دهان مقاش نمی آمد. نمی چسبید. نفسم را توی دلم حبس میکردم، کردم. نوک مقاش توی چشم خانه به دنبال موجه می گشت. همه جا سرک میکشید توی سفیدی چشم. روی سیاهی. لایه قرمزی زیر پلک نمی توانستم مجه را بگیرم به دروغ می گفتم. گرفتمش که خودم را خلاص کنم کار سختی بود پلکش را ول می کرد چشمک می زد راحت نشده بود مجه زیر پلک بود نگرفتی هوشو این بار خودم پلکش را پایین می کشیدم نفسم را توی سینه نگه می داشتم و با تمام قوت فوت می کردم که با باد نفسم موجه را بیرون برانم باز هم نمیشد میرفتم سراغ مقاش چه لذتی داشت وقتی موجه به نوک مقاش می چسبید بیرون می آمد. انگار شاخ قول را شکسته بودم موجه یا ریز و نازک و لرزان را می سر انگشتش که خوب ببیندش نفس راحتی میکشید. نه بابا این از خدا و پیر و پیغمبر و امام ها و معصومین و مهربانیشان میگوید این قدر از آب و هوای بهشت و آتش جهنم زیر گوشم شب و روز میگوید که مذهبی میشوم ماه رمضان است نیمه های شب محمود فتوح الله روی بام خانشان تبل میزند که مردم بیدار شوند و سحری بخورند اما ابرام تو کوچه باقا می گردده و چیزهایی با صدای بلند می خاند. نن بابا مرا بیدار می کند. صداها، صدای تبل، صدای مردانی که بلند بلند ذکر میگویند، صدای سفید مهره از مسجد ده. آسمان بلند و سرمه و غرق ستاره و نور و بوی آبگوشت شبهای ما را دوست داشتنی می کند. روزه می گیدم. هرچه هم سنم به روز گرفتن نرسیده. مسجد می روم. توی تاریکی از کوچه ها از زیر درخت های گردو و چنار می گذرم و خودم را به مسجد می رسانم. ننه بابا پیر و مریض است. نفس راه رفتن ندارد. اما هر جور است ماه رمضان خودش را به مسجد می رساند. پدرم توی رخت خواب خوابیده و از جایش جمع نمی خورد نن بابا میگوید نتیجه ابن ملجمه بذار بخوابه صف جلو بین دو نمازگذار بزرگ سال می ایستم آخوندی از قوم آمده است که پیش نماز باشد و مسئله بگوید و از ایمان من خوشش می آید و پیش بینی می کند توی این ده این آقا پسر ایمانش از همه بیشتر است خدا حفظش کند در آینده یکی از مؤمنین بزرگ خواهد شد حیف است که در حقش ظلم کرده اند و اسم خوبی رویش نگذاشته از تعریف های آخوند خوشم می آید. مرد خوش اخلاق و خوش سخن است بوی گل محمدی میدهد. دهد نن بابا شیشه ی عرق نسترن می دهد که به او بدهم آخند روی منبر حرف تازه میزند. میگوید جایی خانده است که آدم های مؤمن به جایی می رسند که می توانند وضعیت دیگران را در روز قیامت ببینند. آدم ها در روز قیامت به نسبت گناه و ثوابی که کرده اند به شکل پرندگان و حشرات و حیوان ها در می آیند. دعا می و تسبیحی به دست می گیرم. توی آبادی راه می افتم. تلاش می کنم مردم روستا را در وضعیت روز قیامت ببینم. وقتی لب رودخانه می روم، از دور بره ای می بینم که به طرفم می آید بره از کنارم رد می شود غر می زند سلامت کو نن بابا چطوره هایم را می مالم و می بینم ماه بیبی بی زن خداداد است خجالت می کشم از کوچه که می گذرم روی شاخه درخت زردالو گاوی می بینم که در زردالو می چیند و آواز می خاند. حیرت می کنم. گاو روی شاخه درخت زردالو آن بالا چه می کند؟ نزدیکش می رسم. خوب نگاهش می کنم. می بینم عزت هست. مردم آبادی را به صورت ملخ، پروانه، شانه به سر، گنجشک، مار، گرگ، جوجه تیقی و مرغ و خروس می بینم. خیلی دعا خاندم. خیلی تمرین کردم تا بتوانم آدم ها را اینجوری ببینم. گاهی هم پرندگان و حیوان های روستا را با آدم ها عوضی می گرفتم. پاک قاطی کرده بودم. چند بار نن بابا را به صورت کبوتر دیدم. پدرم را مثل ملخ و کل محمود مردشور را مثل جوجه تیغی دیدم. دلم میخواست ببینم خودم روز قیامت به صورت چه حیوانی میشوم. شب خواب میبینم گوساله ای که مرده و تو پوستش کاه کرده اند. پرهای کاه از شرشم هایم بیرون زده جیغ میزنم نن بابا بیدارم میکند. میگویم که آقا تو مسجد گفته و من تو را هم چند بار به صورت مرغ و کبوتر دیدم. حالا تو خواب خودم را به صورت گوساله دیدم. رویم نشد که بگویم یک بار هم او را به صورت بز دیدم. ننه بابا لبخند میزند. هم لبخند زد و هم اوقاتش تلخ شد تو آدم درست حسابی نمیشی تو هر کاری که میری اقراق میکنی و چیزی غیر از دیگرون میشی خدا بهت رحم کنه چی کار کنم با این عقل تو؟ از مدرسه آمدم خانه دیدم نه بابا نیست در خانه هم بسته است خدیجه همسایمان گفت با کبرا رفته سر مزار دلم شور افتاد سر ظهر میان هفته رفته سر خاک آق بابا که چه کند همیشه میرفت ولی هیچ وقت سر ظهر موقع نهار و نماز نمی رفت کیفم را دادم به خدیجه که نگه دارد و دویدم یک نفس تا قبرستان که سر یک کوچه من بود دویدم دیدم نشسته سر خاک و بخچه ای پهن کرده و چیزهایی را از بخش در می آورد و به آق بابا نشان می دهد. گریه نمی کند و خوشحال است. نصرالله الله قاسم دومات شد. زن خوبی گرفته ببین عروسمون چی فرستاده. داده. پارچه ای به آق بابا نشان داد. اینو برای من فرستاده. برای هوشو هم پیرن و شلوار فرستاده. پیراهنش زیر شلواری گلمنگولی را نشان داده. شیرینی هم فرستاده نقلم فرستاده قند و چای هم فرستاده تو بغچه جبه شیرینی کیسه نقل سفید و درشت بسته ای چای باروتی و یک قند کله ای بود قوطی کاکائو هم بود روی قوطی عکس مردی بود که کلاه سفید لبهدار داشت برای پدرم هم یک بسته توتون فرستاده بود ننه یعنی بابا که میبیند بالای سرش ایستاده ام زود قوتی کاکاو را قایم می کند. از من پنهون می کنی به مرده نشون میدی به من نشون نمیدی من این مرده می بینه. خیلی بهتر از تو می بینه. به همه چیز آگاهه. همه چیز رو بهش میگم شب تو خواب جواب ما میده. ولی چرا قوطی کاکاو رو از من قایم می کنی؟ من که دیگه کاکاو نمی خورم. اما دفعه که خوردم برای هفت پشتم بسه. هر وقت قوطی کاکاو می بینم به یاد آن روز میافتم. دوزی که میخواستم خفه شوم. پنهان از ننه بابا رفتم سر قوطی کاکاو. همه را ریختم تو حلقم. کاکاو با آب دهانم قاطی شد و رفت بیخ گلوم چسبیده. خدایی بود که نمردم. صرفه کردم. ننه بابام ترسید. سرم را خم کرد. زد پس کلم تا کاکاوها بیرون ریخت. وقتی به خانه برمیگردیم به هر که سر راهمان میبینیم نقل تعارف میکنیم. تا شب همه اهل آبادی فهمیدم که امو قاسم داماد شده و زن گرفته. روزهای خوبی داریم. ننه بابا خوشحال است. برای همه با آب و تاب از عروس ندیدهش تعریف می کند. چنان از قد و قیافه و چشم و ابرو و اخلاق و خانواده زن ابو قاسم تعریف می کند که انگار صد بار او را دیده. اصر امه میآید با مهین و قاسم که بزرگ شده و چهار دست و پا توی حیات می رود. مهینو باید همه جا دنبالش باشد. مواظب باشد که خاک و آشغال نخورد. تو جویی که از میان حیات رد می شود نیفتد. توی حوز نیفتد. عروس برای امه جعبه شیرینی و چهار قد داده است. نن بابا پارچه خودش را به امه می دهد. مال تو مادر من می چکار چه کار کنم پام لبه گوره. به پارچه را باز می کند رویش دست می کشد و به سینه می گیرد. ببیند اگر پیراهن کند و بپوشد چجوری می شود. امه بابت امو قاسم پوز می دهد و برادر برادری می زند که بیا و تماشا کن. من هم همین جور توی مدرسه آق امو آق امو می گویم و چند تا نقل هم یواشکی دور از چشم ننه بابا برای دوستانم می برم. توی مدرسه دوستانی پیدا کردم نمره هایم بهتر شده از فارسی شعرخانی شانزده گرفتم بچه ها و معلم ها دیگر به پدرم و کارهایش عادت کرده اند. کارهایش توی روستا جا افتاده پدرم آزارش به کسی نمی رسد کسی از او نمی بعضی وقتها که خوب و هوشیار می حرفهای خوب می زند. وقتی ننه بابا بهش گفت بالاخره قاسم برادر زن گرفت و بسته توتون را بهش داد لبخند زد و گفت مبارک باشه بالاخره پسر آقا و پر و افتخارت رفت سر خونه زندگی ما که از زن گرفتم خیلی ندیدیم عشق توی چشم های پدرم جمع می شود دلم به حالش می سوزد یکی از دوستهام تقیزاده است پسر عباس رضا که خانه و باغ و مزرعه خوبی دارند. مادرش زن مهربان و نازنی نیست. وقتی سر شمشیر را زدم زیر چشم تقیزاده بری خودش نیاورد. اب نداره مادر امدن که نزده. ما وقت بزنیش و ازش قهر کنی. گناه داره. بچه بی مادره بی کس و کاره. با تقیزاد شمشیر بازی میکردم من شده بودم شمر و او حضرت عباس شده بود. روزهای آشورا تعذیه یا به قول ما شبیه دیده بودم محمد حسین آهنگر شمر می شد و میرزا وهابی علی اکبر که صدای خوبی داشت کفر می پوشید سوار اسب می شد شعرهای سوزناک می خاند و با شمر شمشیر بازی می کرد. ای کفن آخر به گورم می گر نیایم من به زورم میبری؟ ننه بابا میگوید پدرت اون وقتا که تو نبودی علی اکبر میشد وقتی صدای سوزناکشو بلند میکرد جماعت ولوله میکردم جیغ میکشیدم زنها قش میکردم عاشق تحضیه بودم پارتی های قرمز میبستم دور سرم و چوبی که این شمشیر بود میگرفتم دستم و هر کدام از بچه ها نقشه میدادم و تعذیه راه میانداختم. نوحه هم میخواندم توی خانه میرزا یوسف که روزه بود پیش از روزه خان جلو من می استادم. شال سیاهی میانداختم روی گردنم و نوحه میخواندم. ای رزا ای رزا. در کجایی الامان الامان از جدایی جمال سینه می زدم و من احساس می کردم آدم مهم می شدم ننه بابا به قد و بالام نگاه می کرد و کیف می کرد مرا من رو می برد مادرش توی دو تا پیاله شیره انگور می ریخت و با نان می گذاشت من هنوز مزه شیره انگور و نال تازه مادر تغییزاده سیر زبانم است. روستای خود را شرح دهید روستای ما یکی از خوش آب و هواترین روستاها در جهان است ما در روستایمان درخت سرو بزرگی داریم که از زمان حضرت آدم سبز شده قدش از همه درخت های روستا بلندتر است او درخت ترسناکی است از زیرش که نگاه کنیم کلاهمان میافتد چون خیلی بلند است دو تا سرو است که کنار هم سرز شده اند میگویند دو نفر پسر و دختر عاشق هم شده اند و آنها را کنار هم کاشته اند به بالا که آمده اند شاخه هاشان تو هم رفته با هم زندگانی می کنند بچه هم ندارند اگر کسی یکی از شاخه های آنها را اره کند ازشان خون می آید و صاحب اره می میرد کسی نمی تواند توی آنها برود شکرالله الله دلا شرط بندی می کند و از آنها بالا می رود دستش را از بالای آنها بالا می آورد و برای مردم دست مال قرمز تکان می پایین که آمد دو تومان می ستاند. پدر بزرگم می گفت خوب نیست آدم شب زیر آن درخت بخوابد یا راه برود و چون نور ماه میافتد روی درخت و سایه سرد میافتد روی آدم و آدم دیوانه می شود دیوانگی چیز بدی است ما دانش آموزان می ترسیم شب زیر درخت سرد برویم روزها می رویم میوه ها گوی های خشکی که زیرش ریخته جمع می کنیم و آنها گردوبازی می کنیم پوستش را می کنیم آتش میزنیم بوی خوبی می دهد بهار که می شود همه درخت ها و سبز می شوند بلبلان می آیند و چه چه می زنند اما نان کم است زمستان هرچه داشته ایم خورده ایم بعضی از بچه ها از گشنگی یونجه می خورند یونجه تازه در آمده اند، خوشمزه اند، ما می رویم و توتهایی که هنوز نرسیده میکنیم، به خانه میآوریم. آوریم، آنها را در دیگ و کماجدان می جوشانیم، نمک میزنیم، میخوریم. می, زنیم، می خوریم. انجیرهای خراب و کرمو که برای گوز میخوریم. در بهار ما شیطونه می آید که بچه ها را برای قالی بافی به گوک ببرد، این گوک گوک یا لحظ چه هستش متاسفانه نه در اینترنت هیچ پیدا نشد و در فارسی هم که نوشته دهی در کرمان درسته ولی متاسفانه اعراب نداریم اگه به لاتین نوشته نشده باشه خوندنش برای کسی که این ده رو نمیشنسه محاله در گوک که نزدیک روستای ما قالیبافی بافی فراوانتر از سیرچه است پدر مادرها از نداری و بدبختی بچه های ناز کردهشان را به قالی بافی میفرستند قالی بافی از سنوی مهم کشور است قالی های زیبای ما در کشورهای خارجی خریدار بسیار دارد وقتی گشنگی باشد خلاف هم فراوان می شود چند سال پیش خانواده ای که زیر انبار ارباب زندگی کرده اند سقف اتاقشان را سوراخ کرده اند. و از آنجا گندم در می آوردند وقتی بیشتر مردم نان جو و یونجه و ارزن میخوردند و دانش رمق نداشتند بچه های آنها پنهان از دیگران نان گندم میخوردند خوشحال بودند میدویدند بازی میکردند و عشق میکردند همین بازی ها و سرحال بودن آخر و عاقبت دستشان را رو کرد و ارباب خبردار شد و آنها را بیرون کرد و آن وقت به در بزرگم کت خدا بود این داستان را او برایم تعریف کرد روستای ما آب فراوان دارد تابستانهایش را هیچ روستایی ندارد این بود داستان روستای ما بچه برایم کف میزنند و آقای رزوی که معلم است و درخت سرف هم در باغشان است تشویقم می کند و نمره بیست می دهد. بیستم را می گیرم و تا خانه می دوهم. زمستان سختی است پایم تو کفش از زور سوز و سرما قرمز شده کرخت شده بچه که به مدرسه میآیند آیند پشمیشان را روی سر و صورت و گردنشان میکشند، جوری که فقط از میان دریچه کلاه می توانند جلوی پایشان را ببینند رخت و لباس درست حسابی ندارم ننه بابا پایین پالتو سربازی پدرم را کوتاه کرده دستی توی آستینهاش برده تا بتوانم بپوشمش معلم ها که وضع و حالم را میبینند میگویند بیا جلو بخاری کلاس بشین سر علف های خوش که لب جوی ها یخ بسته قندیل بسته آب که توی جوها میرود و به قندیل ها میخورد قندیل ها به هم میخورند و صدای جلنگ جلنگشان توی باغ میپیچد به قول امو ابرام سوز سرما سنگ را می ترکاند. مردم افتادند به جان درخت ها. هر روز سر بریدن و بردن درخت های یک دیگر دعواست. چوب های داربست یا به قول ما رزبندی را که خوش از داربست ها میکشند و میسوزانند. آبادی خلبت است. از بالا از سینه کوه که نگاه می کنم آبادی مثل سبدی است که توی از چوب خشک جمع کرده باشند. درختها چوب خشک بدون برگ شده اند. فقط سرو بلند آبادی، سرو بلند بالا میان آبادی ایستاده است و در باد سرد و یخ زده سر تکان می دهد. از اجاقها و بخاری های خانه ها دود بلند است. ها تو آسمان گرفته و ابری آبادی پرواز می کنند. روی شاخه های لخت درخت ها می نشینند و قار قار می کنند. همه چیز خاکستری است. سیاهی کلاخا رنگ خاکستری ابرها را می شکند. ها سرگردانند. گرسته هیچکس هیچ کس کنار رودخانه نیست. کوچه ها خلوت است. برف پشت برف می آید. دو روز پشت هم برف می آید. به مدرسه که می رویم برف تا زیر زانوهامان می رسد. هیزم نداریم ننه بابا از پای منقل جوم نمیخورد. رفته است توی منقل با سر انبر ای خاکسترها را هم می زند خاکسترها را می کابد تا ذرهای آتش پیدا کند بخاری دیوار یخ بسته است روی شانه هایم لحاف می و به منقل می چسبم که دارد آخرین رمق گرمای خود را پس میدهد. مینشینم و مشق می نویسم. پدرم زیر لحافش خوابیده و با خود حرف میزند. زیر خلواره های آتش منقل سیب زمینی گذاشته ایم. همین که میپزد و پوستش میسوزد بیرونش میآورم و میخورم. ناگهان کسی در میزند. او شما در واکن ببین کیه. اما ابرام است. قد بلندش را در پالتوی کهنه و پاره پیچیده کنده ای خشک انجیری روی شانه دارد ریش پرپشت و چشم های مهربان دارد کنده را میاندازد زمین جلو اتاق با تبر میافتد به جانش خردش میکند ها را بغل میکند و میآورد میریزد توی بخاری هیزومی. کمی نفت از چراغ لامپا میریزد روی کنده ها. کبریت میکشد شعله به جان هیزوم میافتد اتاق روشن میشود اتاق هوا میگیرد هوای گرم کلب را خدا خیرت بده داشتیم از سرما یخ می زدیم زنم و پاروتون کجاست؟ اما ابرام پارو را بر می دارد و روی بام می رود را پایین می ریزد فکر می کنم فرشته است که پالتوی امو ابرام را پوشیده نن بابا پدرم را رو می فرستد روی بام که به امو ابرام کمک کند پدرم داد می کشد بلم کن بز بخوابم چقدر میخوابی برو کمک امو ابرام صدای امو ابرام از پشت با می آید بذار بخوابه مریضه من خودم برخور میریزم پایین صدای پای امو ابرام را از زیر سقف اتاق می شنبیم. صدای گپ گپ ریختن برفا را از روی بام جلوی اتاق خانه ما بزرگ است خانه کت خدایی و مثلا خانی و اعیانی که روزی روزگاری بروبیایی داشته اما ابرام خسته و کوفته و سرخ شده از سرما با دانه های عرق که بر پیشانی بلند و چروکیده اش نشسته از بام پایین می آید برفای جلوی اتاق را پارو می کند و می آید توی اتاق ننه بابا استکانی چای جلوش می گذارد اما ابرام توی چپاقش توتون می ریزد با سرانگشت بلند و پین بستش توتون را می تواند تو سر چوباق با دست تکه ای زغال آتش گرفته از بخاری بر می و روی توتون می گذارد. دستش نمی سودد. از بس پوست دستهایش کلفت و زمخت است. به چپخ پک می زند. دود چپخ از دماغ و دهنش بیرون می زند. انگار بخاری دیواری، انگار اجاق. غیر از چای چیز دیگری نداریم جلواش بگذاریم. اما ابرام دست می کند توی جیب پالتوش، چنگهاش پر از انجیر تبلعی گمرس زده می شود می ریزد توی بشقاب بخورهشو اما ابرام انجیرها را در تابستان موقعی که نیمه خوشگند تو حلب یا تبله می ریزد روی انجیرها پارچه تمیز می اندازد و با پا فشار می دهد انجیرها در فشار پا به هم می چسبند و فشارده می شوند نرم می مانند شکرک می زنند که با آن گمرسه میگوییم دانه ای انجیر بر میدارم و میخورم چه شیرین و نرم است نن بابا هم دانه ای بر و با ترس میخورد دانه های انجیر زیر دندان های مصنوعیش میروند اذیت میکنند زخم میکنند اش را اما ابرام دندان ندارد اصلا دندان ندارد آنقدر با لسه و آرواره های از چیز خورده که سفت شده اند شده اند عین دندان با آرواره هایش می خوند و قورتشان می دهد. توی جیب دیگرش گردو هم دارد. گردوها را مغز می کند و می گذارد لای انجیرهای نرم و میدهد به من. چند انجیر بر می دارم و پیش پدرم میروم. روم. لحاف را کنار میزنم زنم. انجیری در دهانش میگذارم میخورد کیف می کند. سرش را از لحاف در میآورد و رو می کند به امو ابرام. پسرم و سلام چطوری کازم؟ حالت خوبه؟ از مرحمت شما تکیه کلام پدرم از مرحمت شماست ننه بابا صرفه می کند انجیر، گلو و لسایش را آزرده است چای میخورد. حالش خوش نیست بلند که می شود سرش گیج می رود مینشیند می نشیند. حالش را که می بینم دلم می ریزد پایین می ترسم بلایی سرش بیاید هم بیکس و کار شدم؟ و هم بیفتد گردن من اما ابرام بلند می شود و میرود چه آدم نازنی نیست فقط یک عیب دارد اگر از کسی برنجد و حرف ناجوری بشنود به دل می گیرد و هیچ وقت یادش نمی رود سال هاست که با خواهرش قهر است به خاطر یک حرف هر وقت خانمان می آید می ترسیم چیزی بگوییم که بهش بر بخورد برود و پشت سرش را نگاه نکند آخرای تابستان بی آبی بیداد می کند. حرم داغ آفتاب کویر و زمین تشنه شنی آبهای آبادی را می بلند. جویها خشک می شوند. رودخانه فقط نخی آب دارد که از لای سنگ ها و پونه و جلبک ها می خزد و بچه ماهی ها و قورباغه توشان شنا می کنند. اما ابرام که خانه و با باغش کمرکش کوه است به درخت های تشنه و سوخته نگاه می میوه‌ها به شاخه های خشک می چسبند. انگار بچه شیر خاره که به پستان بیشیر مادر مک بزند. پوست میوه ها چلوک می شود. کوچک می شود. چلوسیده می شود. آب می شود. گوشتشان به هسته می چسبد. نرسیده می افتند. می, می و یا کر می گذارند. جگر امو میسوزد، می سوزد. مغزش داغ می شود. نگاهشان می کند. دنیا پیش چشمهایش تاریک می شود. آبدهانش را قورت می دهد. این خاک رس نرم کول می کند و میبرد بالای ده. همراه آب تنبل و کمجان می آید و خاکها را بیل بیل و مشت مشت توی جوی می ریزد. خاک او درست می کند. آب را گلالود می کند. خاکها کم کم تهنشین می شود، سراخ ها و درزها و راه آب های جوی را می گیرد، آب یواش یواش توی جوی می خزد، همراه امو ابرام به باغ می رسد، میوه ها صدای امو ابرام و صدای آب را می شنوند. امو ابرام آن روز از کله سهر توبرهای پر از خاک را کول کشیده بود و برده بود و ریخته بود توی جو نزدیک ظهر خسته و کوفته و گرسنه از کنار خانه خواهرش هاجر رد شده بود هاجر داشت نان میپخت اما ابرام بوی نان را از پشت دیوار شنیده بود از سر دیوار سرک کشیده بود سلام هاجر سلام ابرام بفرما تو بخور صلاح گرمی اما ابرام پریده بود سر تنور نان بزرگ و داغی را برداشته بود و نصف بیشترش را کنده بود لوله کرده و یک لقمه اش کرده بود فرو کرده بود تو دهان گندهاش، قرولند حاجر بلند شده بود اخم کرده بود و گفته بود گفتن صلاحی نگفتن بلایی تعارف کردم که یه لغمه بخوری نگفتم بلا بشی و به جون نوم بیفتی اما ابرام دستش میلرزد. لرزد لغمه گلویش را میگیرد و بقیه نان را می گذارد سر دیوار و می رود که می رود. سالهای سال با خواهرش حاجر قهر بود. هرکس میخواست سر به سر امو ابرام بگذارد میگفت کل بفرما نون سلاح گرمی و او هرس میخورد. سرخ میشد و فوش میداد به هرچه نان گرم و تعارف سلاح گرمی تا آخر عمر نان گرم نخورد. تابستان شده هر روز آقای دورانی را بینم که نشسته از روی صندلی زیر درخت زردالو و رفته از تو کتاب و روزنامه گاومان را که میبرم به چرانم بینمش. دلم میخواهد مجله ها و روزنامه هایش را ورق بزنم عکسشان را تماشا کنم و داستانهاشان هاشان را بخوانم جرأت کنم و میروم جلو سلام آقای دردانی سلام کاری داشتی؟ نه همینجوری سلام کردم میخوایی موازه به گاوتون باشم که یه وقت نره تو باغ مردم؟ خب باش عوضش مجلتون بدین منم بخونم به دردتو نمیخوره در نمیاریم میارم ما چند تا مجله اطلاعات هفتگی داریم یه مجله روسته هم داریم که بابا ما بوده داستانش را میخونم میتونم بخونم باریکالا باریکالا اینجوری است که با آقای دورانی دوست میشوم مجله ها و کتاب هاش رو امانت میگیرم و ورق میزنم. خواندنشان سخت است. همش حرف از شاه و نخست وزیر و مصدق و این جور چیز هاست که سر در نمی آورم و خوشم نمی آید. ولی داستان های کوتاه و لطیفه هاشم را دوست دارم. به سختی می خانم. هر کدام را چند بار می خانم. تا خوب یاد بگیرم و بفهمم. برای گاب و گوسفندهاش از باغش علف میبرم و گاوش هم با گاو من دوست شده آقای دورانی که اداره بود و بازنشسته است بعد از ظهرها می آید جلو دکان خادمی می نشیند و با چند تا از دوستانش گپ می زند دکان خادمی لب رودخانه است گاو و ها را ول می کنم توی پونه ها و علف های کناره رودخانه و میروم. مینشینم می نشینم کنارشان و به حرفاشان گوش می دهم. خادمی هم روزنامه میخواند رادیوش را آورده را توی دکانش که با دوستانش اخبار را گوش میدهند نن بابا میگوید یه وقت با اینا قاطی نشی اینا کلشون بوی قرم سبزی میده و من از اینکه کلشون بوی قرم سبزی میده چیزی نمیدانم و نمیدانم یعنی چه تازه بوی قرم سبزی بدهد به من چه مربوط است فقط میدانم که اگر بابا زنده بود از حرفای اینها خوشش میآمد دوست داشت به رادیوشان گوش کند. آن وقتها چراغ دستی را بر می داشت دست مرا میگرفت و میرفتیم دکان آقای دو تا به یش گوش کند. یادم است. یک روز می بینم جنب جوشی در دکان خادمی برپاست. آقای دورانی و خادمی و دوستانشان با هم پشفش می کنند. به رادیو گوش میکنند. رادیو چیزهایی میگوید که خیلی مهم است و من در نمیآورم. آقای دورانی سر سیبیل های پرپشتش را می جوده. خادمی می زند تو پیشانیش. خبر بدی می شنبد. یکی میگوید خیلی بد شد. خادمی دکانش را میبندد و می چپد تو خانه دورانی هم از کنار رود خانه می دود طرف خانه دنبال دورانی می دوم. چی شده؟ رادیو چی گفت؟ کودتا شد. نمیدونم کودتا یعنی چه. فکر می کنم لابا چیزی بلند بوده و رادیو گفته کوتاه شده و مردم ناراحتند چی کوتاه شده؟ دورانه می خندد. تو آن هولوولا می خندد. بابت نادانی من سرتکان می دهد و از چینه می پرد تو باغش. چند نفر دست جمعی از پایین رودخانه بالا می آیند. زنده شاه می گویند. می دوند. دنبالشان می دوند. می دوند توی باغ خال فاطمه. علی تختکش را میگیرند و میزنند با چوب میزنند تو سرش. از سرش خون می روی پیشانی و گردنش زنش می آید. او را نجات میدهد. دهد. نمیدانم چرا به علی را میزنند. به علی تو بازار دم حمام دکان کوچکی داشت و با پارچه های کهنه تخت گیوه درست میکرد. پارچه ها را تا میکرد کنار هم میگذاشت سیخ بلندی داغ میکرد. و از میان پارچه های تاشده میگذرند سوراخ میکرد از میان سوراخ ها نخ میگذراند نخ را سفت میکشید پارچه تاشده به هم میچسبید با گزک دورشان را میبرید به اندازه کف گیوه میبرید تخت گیوه میشد داماد خال فاطمه بود اما آدم خوبی بود هر وقت تخت گیوه درست میکرد کنارش میستدم و کارش را نگاه میکردم نمیگفت برو پی کارت بچه مزاحم نشو نمیدانستم چرا او را آنجوری میزنند تو دلم گفتم لابد رادیو گفته به من را بگیرید بزنید میترسم جماعت خشمگین به من هم حمله کنند در میروم میآیم لب رودخانه علی آقا را می بینم که سنگ بزرگ رودخانه را بغل می کند و میآورد جلو باغش دیوار میکشد هر سال تابستان که میشد و آب رودخانه کم میشد باغش را بزرگ میکرد تا جلو آب کمزور دیوارش را پیش می آورد. باغش را بزرگ می کرد، سنگ ها را جمع می کرد، خاک می آورد، درخت و یونجه می کاشت، گل آفتابگردان می کاشت. به گل آفتابگردان می گفتیم گل روزگردون. زمستان و بهار که میشد شد، سیل که می آمد، باغ علی کوچک می شد. آب گلالود و پرزور و پرصدا دیوار سنگی باغ را می برد، خاک ها را می لیسید. این دیو درخچه را میکند و میرفت جلو تا نزدیک خانه او باغ را کوچک میکرد ولی علی از رو میرفت از پا می نشست تا به میشد باز سنگ های درشت را بغل میکرد و میآورد دیوار باغش را جلو میکشید یونجه میکاشت و گل آفتاب گردان خادمی حال حوصله کاسبی نداشت بیشتر وقتا دکانش بسته بود وقتی بسته بود بچه های بی ادب می رفتند دم دکانش شلوارشان را می پایین و خودشان را خالی می کردند. یک روز که گاو من را برده بودم به از میان پونه های بلند لب رودخانه رد می شدم. دیدم صدای گریه مردی می آید. سرک کشیدم. خادمی کنار بید مجنون نشسته بود و روزنامه می و هق هق گریه میکرد. درخت سر خم کرده بود تو آب رودخانه. انگار زولفایش را می شست. پدرم آب پاشت را پر از آب می کرد و گلهای اطلسی و میمونی حیات خانه سرهنگ را آب میداد. آواز می خاند. با خودش حرف میزد. و روی گلها آب میریخت. خیلی که شنگل می شد بشکن می زد و می خاند. دور گلها می گشت و می گل میمون را خیلی دوست دارم. به ایوان خانه سرهنگ نگاه می کنم. مواظبم که زنش نبیند. به بهانه بو کردن گلهای خوشبوی اطلسی گلوی یکی از گلهای میمون را با دو انگشتم میگیرم فشار میدهم دهان گل باز میشود دهان گل میمون مثل دهان گنجشک است یک خورده بزرگتر دو طرف دهان خط سفیدی است انگار چیزی خورده یا زیاد حرف زده و دهانش کف کرده کفای سفید دور دهان گل را نگاه میکنم گلها رنگ به رنگند. آبی صورتی سفید و نقش گلوی گلها را که با انگشت فشار می دهم دهان گل باز می شود لب می زند حرف می زند بیشتر فشار می دهم داد می زند. بازی شیری نیست دهان گل میمون را که بازو بسته می کنم به جایش حرف می زنم. داد می زنم. نمایش می دهم می خندم صدای زن سرهنگ از پشت پنجره می آید آی کار می کنی؟ بچه گلار نکنی؟ زود دستم را پس میکشم، کشم. عقب عقب می روم. پدرم این یکی کار را خیلی دوست دارد. آب دادن به گلها، نگاه کردن به آنها و آواز خواندن. با گل و گیاه خوش بود، کم میخورد، لاغر بود. مریض که می شد، دو روز هیچ نمیخورد تا خوب شود. خوب که می شد می گفت، هر به کار خودش خوشیاره و می خندیده. گلها را که آب میدهد میرود پیش اسب اسبای سرهنگ که سه تا اسبند دو تا اسب سیاه که روی پیشانیشان خال سفید دارند یکی هم سفید که روی پیشانیش خال سیاه دارد پدرم توی ظرف اسبا آب می ریزد. دستی به پشت گردنشان می کشد اسبا شیه می کشند و به زمین سم می کوبند. گردن همدیگر را گاز می گیرند می ترسم جلوهشان نمی رویم. از دور از پشت دیوار استبل تماشایشان می کنم. دلم میخواد یکی از آنها را که سفید است سوار شوم به تاخت بروم یک دور دور سیرچ بچرخم تا همه مرا ببینند مثل آق بابا که روز آشورا سوار اسب شمر شده بود مثل شاهزاده که سوار کر اسب شده بود و از قصر به تاخت رفته بود مدتی است که حال پدرم بد نیست خوب خوب نشده اما بد بد هم نیست جایی نرفته گم نشده از وقتی با گلها و اسبها سرگرم شده حالش بهتر شده ننه بابا با زن سرهنگ دوست شده است گفته بود به سرهنگ بگین اجازه بده کازم بیاد اینجا سرگرم بشه بیکار که باشه اذیت میکنه از سرهنگ هر شنوی داره به حرف من گوش نمیکنه زن سرهنگ و ننه بابا تو ایوان نشستند چای میخورند و قلیان میکشند درد دل میکنند زن سرهنگ دلش از کارهای سرهنگ خون است و دل نن بابا از دست کازم و حوشو و زمانه زن سرهنگ شلوار فرنگی بار احمد پسرش را میدهد به من که بپوشم میگوید شلوار نو احمد نمیپوشه به پاش کوچیک شده خوشش نمیاد بچه این دور زمون خیلی بد شدن برای اولین بار روشلواری شلواری به اصطلاح شلوار فرنگی بر می پوشم. زن سرهنگ بندهای کشی شلوار را رو روی شانه ام پایین میآورد و به قلاب های جلو می بندد. شلوارم اندازه است. انگار برای من دوخته شده. بندها به شانه هایم فشار میآورند. آورند. ناراحتم. نفس نمیکشم. کشم. بابا می گوید عادت می کنی. از ایوان پایین می و کنار باغچه گل اطلسی و میمون این سرهنگ راه می روم. دستایم را رو به کمرم می زنم، سرم را بالا می گیرم و عین آقاها لب رودخانه قدم می زنم. پاچه های زیر شلوار لیفه هم توی پاچه های رو پیچیده و زیر زانو مچاله شده. نمی توانم خوب راه بروم. خم می شوم که سر پاچه های زیر شلوار را بکشم و خودم را, را راحت کنم که یکی از بندهای شلوار از قلابش در می بند کشی می پرد بالا. هر کاری می کنم. نمی توانم سر بند را به قلاب بند کنم. آن را محکم می چسبم که شلوارم نیفتد. می دوم به خانه. می روم. پدرم بلد از سر بند را به قلاب بند کند. با شلوار فرنگیور بر آلمی دارم. باید شب بکنمش و بگذارم بالای سرم و صبح دوباره بپوشم. سخت است. نن بابا یادم میدهد که تاش کنم بهش آب بزنم و بگذارم زیر توشکم روی توشک بخوابم و صبح شلوار اتو کشیده را بپوشم لب رودخانه و توی کوچه و باغ ها هم نباید شلوار فرنگی بر بپوشم موقع مهمانی و توی عروسی و مدرسه می توانم آن را بپوشم شلوار که می پوشم آینه قدی سنگی را که مال مادرم بوده به دیوار تکیه می دهم میروم جلوش و خودم را تویش نگاه میکنم. ننه بابا لبخند میزند. پدرم یک هفته بیشتر توی خانه سرهنگ نمیماند. یک روز نرفته برمیگردد. چی شد؟ چرا اومدی؟ با سرهنگ حرفش شده. سرهنگ رویش دست بلند کرده و او هم پاش را انداخته و آمده خانه. چقدر قصه میخورد ننه بابا. خدا میداند. پاییز است. از بالای کوه که نگاه میکنم سیرچ رنگا است. رنگ زرد و سرخ و سبز و نارنجی. برگ درخت ها هر کدام به رنگی است. سپیدارها بلند و نازک و قد کشیده در میان درخت ها ایستاده اند. با برگ های زرد و نارنجی سر و همچنان بلند و سبز است. پشت خانه ما ایستاده. ننه بابا سخت بیمار شده است. این بار باید دستش را بگیرم تا بتواند از رخت خواب بلند شود و چند قدم برود. بلش میکنم کنم می افتد. دیگر کسی بچه بیمارش را پیش او نمیآورد آورد. توان کار و حرف زدن ندارد. کبرا که دستی زیر بال ننه میگرفت رفته از پیش کس دیگر. تنها شده ایم. ننه بابا پوست و استخان شده. چشمهایش گود رفته. فقط زبانش کار میکند. شبها از گذشته میگوید از خان از پدرم از روزهای خوب و خوش دارندگی و بریز و بپاش از ها و نوکرها از آمد و رفتها آدمهای سرشناس که هر وقت وارد سیرچ میشدند سراغ خانه آنها را میگرفتند میرفت و آن روزها نگاهی به حیات میکرد و سری تکان میداد انگار پشت سرش را نگاه میکرد از حیات از چنار بزرگ خانه رخساره صدای حق دوست می آمد یعنی جغد گوش کن هوشو داره میگه حق و دوست کسی بوده که با یتیما دوست می شده ظاهرا از اونا سرپرستی می کرده ولی حقشونو می خورده یتیما آه می کشیدن و فرشته ها نفرینش می کردن. خدا به صورت پرنده ای گنده و بدشکل درش میاره که فقط شبا میتونه بپره و اینجا و اونجا بده روی درختا بشینه روی دیوارای خرابه بنشینه و حق حق کنه روزا چشماش رو میبنده که تو روشنایی چشمش به چشم یتیما نیفته خدا اینجوری تنبیهش کرده کنار هر خونه ای که روی درخت بشینه اون خونه خراب میشه آدماش میمیرن و آواره میشن دلم میخواهد پیداش کنم سنگ بزنم بهش که از جلوی خانه ما برود اما پیداش نمی کنم فقط صدایش را رو می شنبم. روزی روزگاری تو سیرچ و با آمده بود ننه بابا می گفت مردم شبا مرده هاشون رو دور از چشم اهل ده می بردن قبرستون که دیگران وحشت نکنن کوچه ما به قبرستون میخورد. شبا از تو کوچه صدای پا و قیریچ قیریچ تابوت کهنه می گوش می دادم. و صدای تابوت رو از پشت دیوار از پس آن سالها میشنیدم. تنم می لرزید. بابا داستان امیر ارسلان را خیلی دوست دارد. هزار بار برایش خانده اند. باز هم میگوید: « گوید خوشو بلدی کتاب امیر ارسلان بخونی. خواندن کتاب امیر ارسلان سخت است. جان میکنم تا یک جمله را بخوانم. نن بابا امیر ارسلان را از بر است پیشاپیش پیش می گوید داستان چه می شود و چه بر سر امیر ارسلان و فرخ لقا می آید خاجه شمس وزیر و قمر وزیر را خوب می شناسد انگار سالها با آنها زندگی کرده اگر کلمه یا جمله ای را غلط بخوانم می فهمد می گوید قصه شیرینی داره اما هرکی بخونه آواره میشه. بدارم که گوشه اتاق زیر لحاف خوابیده صداهای ناجوری می و ما خندمان میگیرد. تنها تفریح شبهای ما همین است. پدرم هم کم نمیگذارد. وسیله تفریح ما را فراهم می میان یعنی حرفهای من و نن بابا صداهای بلند جور و جور می دهد و ما را از غم و غصه در می آورد. نن بابا می خندد. خجالت بکش کازم. بلند شوبیه چایی بخور. آخر شب نن بابا بلند می شود که از اتاق بیرون برود. دستش را میگیرم میبرم دم در می نشانم. حالم خوش نیست نفسم تنگی میکنه. تو درگاه در دستای پیرو و خسته و لاغرش را می اندازد دور گردن من به درخت بزرگ گل نسترم که حالا گل ندارد نگاه می کند. صدای بزن به کوبشون می شنوی عروس آوردن. نمیپرسم کی بزن و بکوب می کند و کی عروس آورده میدانم. قصه خیالی و دیدنی ننه بابا را از درخت بزرگ گل نسترن که آق بابا کاشته بوده بارها شنیده ام. از ما بهتر اون بیشتر شبا عروسشون رو اونجا زیر درخت برگزار می کردن. بعضی وقتا هم ازا داشتن. ننه بابا صبح میرفت رفت و زیر درخت را آب جارو می کرد. آن وقتها که جونی داشت. گل می که بی انصافا می زنن و می خونن و می ریزن و می پاشن. دست و پاشونم تمیز نمی گاهی صدای گریه و شیونشان را میشنید که من نمی شنیدم. باور داشت. هر به گوش من خواند که سر و صداشان را بشنوم نشنیدم. فقط صدای باد را می شنیدم که تو شاخ و برگ درخت گل میپیچید و هو, هو می کرد. مثل صدایی که شبها از سوی سر بلند پشت خانمان میشنیدم. صدای گنجشکا هم بود که صبح های زود تو درخت قیامت می کردند. ننه بابا سرش را گذاشت روی شانه من. پیشانیش چه یخ بود. لرزید. نفسش به گردنم خورد. رمق نداشت. گفت. خوشو برو بگو امت بیاد. برو بگو خواهرام بیان. فاطمه، تاهره، ماهرخ این موقع شب بیان چیکار کنن؟ به خدیجه و رخصارم بگو بیاد. من دارم میمیرم. یعنی چی؟ اون الان تو خونهاشون خوابیدن چرا رو بردارو برو بگو زود بیان میترسم میترسم تنها برم نمیترسی اول بگو خدیجه بیاد خانه خدیجه زن احمد مرادی پسرم و پدرم روبروی خانه ما بود رفتم صدایش کردم هنوز نخوابیده بود آمد زیر بغل های ننه بابا رو گرفتیم و بردیمش تو اتاق خواباندیمش خدیجه گفت قول بگو امت بیاد خواهرشم بیاد میترسم راه دوره رفتم سراغ پدرم بابا حال نن بابا خوب نیست بریم خونه امه بیاریمش من میترسم خریجه هم گفت بلند شو هم به هوشو برو خواهر و خالواتو وردار بیار حال مادرت خوب نیست چرا دستی رو ورداشتم نگاهی به نن بابا کردم دراز به دراز خوابیده بود دهانش باز بود دندان های مصنوعیش زیر نور چراغ لامپا برق میزد رنگش زرد زرد شده بود. خدیجه داشت شربت قم درست می پدرم از اتاق رفته بود بیرون. چراغ را برداشتم. رفتم تو حیات. نبود. رفته بود. پریدم توی کوچه. توی کوچه هم نبود و غیب شده بود. مثل همیشه. تک و تنها رو افتادم. دست با چه بودم؟ می ترسیدم. پایم رفت یه جوبی که از کنار کوچه میرفت. آب رفت تو کفشم کفشم را در آبش را خالی کردم و رفتم برکای پاییزی زیر پایم خشخش میکردند. کوچه ظلمات بود نور چراغ دستی سایم را روی تنه درختها روی چینه ها می انداخت هر وقت تو کوچه میرفتم، آواز می که نترسم آواز که می نمیترسم. نمی ترسم از امو یاد گرفته بودم که شب وقتی تو کوچه میروم آواز بخوانم. تابستان که آمده بود سیرچ آخر شب وقتی از خانه امه می آمدیم بیاد بچگی هاش آواز می شری شعری خاند که یاد گرفتم صدایش را انداخت تو یک گلوش دستش را گذاشت بغل گوشش را خاند شکست مردم کشتی فنا شدن اینا خدا جواب خدا را چه می دهی از صدای او او سکا می ترسم. از هر صدایی هر جنبنده ای می ترسم از صدای خشخش علف ها و بر ها می ترسم. خیال میکنم همه جا ماری است که دارد می خزد و به طرفم می آید. صدایی پشت سرم آمد. می ترسم سرم را برگردانم. نفس گرمی به دستم می خورد. دلم می ریزد پایین. یواش سرم را بر می به دستم نگاه میکنم. نفس سگ من فیلو است. دنبالم آمده. دلم گرس می شود. اما ام خاله تاهره می آیند می آورمشان به خانه که می رسیم حال ننه بابا کمی بهتر شده پدرم نشسته و بالای سرش قرآن می خاند. ننه بابا را رو به قبله کرده اند اما هم خودش را میاند اندازد روی مادرش چی شده؟ چه شده بود که اوی رو فرستادی دنبال ما؟ یه دنیا پیش چشمم سیار شده گفتم مردم خونه دور سرم میچرخید. حول کردی نه ترس انشالله که چیزی نیست روز بعد تو رخت خواب میغلتم چشم باز میکنم و هیچ کس تو اتاق نیست همه رفته اند دروبر رخت خواب بابا پر از کاسه کوزه است پر از ظرف و لیوان که دواهای خودمانی گیاهی تهشان معلوم می شود. ننه بابا هم نیست. فکر می کنم مرده است و موقعی که خواب بودم بردنش. زود لحاف را کنار میزنم بلند میشوم و از اتاق میزنم بیرون حیات را نگاه میکنم آفتاب تازه در آمده سر شاخه های درخت چنار رنگ آفتاب گرفته تو داربست درخت انگور گنجه اشکا قیامت کرده اند. روی برگهای زرد شده درخت پای می و جیک جیک می کنند. به در خانه نگاه میکنم. بسته است. روی جو نیست. سر جایش هست. زیر درخت مرغ و خروس ها به خاک های نم باخش نک می زنند صدای کشیدن جارو می آید صدای کند و کشیده ی جارو ننه بابا دارد زیر درخت نسترن را جارو می کنده. روی زمین می خزد و جاروی حسیری شهدادی را روی زمین می کشده. جارو از برگ نخلهای شهداد درست شده چه جانی دارد این ننه بابا داشت می مرد چه کوچولو شده ننه بابا عین بچه های هشت نه ساله تن خوشکاله اش را روی زمین می کشد. به زحمت یارو را روی زمین می کشد. خش 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 دلم از گرستگی درد گرفته می توی اتاق از خورماهای مادرم که توی سبد به دیوار آویزان شده چند دانه خورمای خشک بر می دارم و میخورم. پدرم نیست لابد صبح زود زده بیرون کجا رفته نمیدانم عادت کرده ایم که برود میرود برمیگردد میرود دب رودخانه یا دامنه کوه بلند بلند با خودش حرف میزند دور سیرچ میگردد هر جا میوهی دید میخورد مال هر که باشد توی باغ همه میرود میشناسنش کاریش ندارند چطوری آخ کازم؟ الحمدلله مرحمت شما زیاد مادر چطوره؟ هنوز جون داره جان نداشت رمغ نداشت شازده را با التماس آوردم که ببیندش شازده آدم چاق و گندهی بود که میرفت کرمان و قرص و آمپول میآورد بلد بود آمپول بزند مریض شدی دکتر مایه؟ به ننه بابا می دکتر مایه یعنی دکتر ماده چشم نداشتند همدیگر را ببینند رقیب هم بودند و به هم متلک می گفتند. خواست به ننه بابا سوزن تقویت بزند، نگذاشت گفت، فردا بیا. شب ننه بابا پارچه ای سوراخ سوراخ کرد، قد نلبکی که بیان روی پاش، تا شازه فقط همان گل جا را ببیند و سوزن بزند. تا از آن صبح بیدار ماند، اشک ریخت و هی زیر لب نسرالله نصرالله گفت و سوراخ پارچه را تنگ و تنگ تر کرده و انداخت روی ران لاغر و زرد و سیاه و چروکیدهش و گفت خوشو خوب نگاه کن ببین چقدر میبینی و به سوراخ ور رفت تا سوراخ شد اندازه یه سکه یه ده شاهی جوری که آلبالویی هم تویش گیر میکرد دست آخر پارچه را انداخت کنار و گفت نصرالله راضی نیست بر بگو که نیاد با آتش جهنمش نمیارزه سوزن نمیخوام چند تا دانه خرمای نرم تو روغن سرخ کرد خورد به من و پدرم هم هر کدام یک دانه داد و گفت قوت گرفتم چشمام روشن شد چادرش را انداخت سرش و رفت خانه ی برادر ناتنیش علی از آن بو ننه بابا شب از درویش هندی میگوید که یک روز آمده خانه ما جوان بلند بالا و خوش است ریش و گیسی بلند دارد کشکول دارد می آید می روید زیر درخت نسترن می نشیند گلهای نسترن را می چیند می گردنش و آواز می ننه بابا برایش غذا می برد توی غذا گوشت گاو است نمی خورد ننه بابا یادش نیست که درویش بعدش چه می کند. یک بار میگوید اونقدر چیزی نخورد تا مرد یک بار میگوید شب موند و روز بعد دیدم نیست ننه بابا دستمالی سیاه دارد که هاش قرمزی دارد هیچ وقت سرش بدون آن دستمال نیست روی چارقد سفیدش میبندد فقط گاهی بازش میکند و دوباره میبندد وقتی شل میشود خوب و محکم گرهش میزند و از گاوی دریایی حرف میزند که هر وقت از دریا بیرون میآید سرفه می کند و از دماغش گوهر چپ چراغ بیرون میافتد. گوهر روی علف ها می افتد. همه جا را روشن می کند می درخشد این روز گاو در روشنایی گوهر علف میخورد. هر کس آن گوهر را ببیند و بردارد تا آخر عمر در ثروت و آسایش است شبی کلاقی گوهر را می دزدد. میبرد توی لانهش همه جا تاریک می شود. گاو در تاریکی گیر می کند. راه دریا را گم می کند. این طرف آن طرف می رود. چشمهایش جایی را نمی بیند. صدا می کند. ماغ می کشد. داد میکشد ناله می کند. به دنبال دریا می گردد. به دنبال گوهر می گردد. بیشتر قصه های ننه بابا اینجوری است. پایان ندارد. هرچه می پرسم درویش چه شد؟ نمیگوید. هرچی میپرسم سر گافت چه آمد؟ نمیگوید. انگار همه یک قصه های نیمه تمامش را برای من گذاشته بود که بقیه شن را بعدها بسازم، ببافم، بنویسم. قصه هایش مثل گلوله نخی است که سر نخ را پیدا می کند، کمی از نخ را می کشد و بعد می دهد دست من تا بقیه اش را بکشم و گلوله نخ را باز کنم. خیال من هیچ وقت تا ته نخ تا باز شدن تمام گلوله نمی رود. هرچند نخ خیالم طولانی است و تا ستاره ها و ابرها و کوه ها و دشت ها می رود. اما تمامی ندارد. شب باز حالش به هم می خورد. چراغ دستی را بر می و سراغ امه و خاله ها می روم. نفت چراغ ته کشیده. رمق ندارد میلرزد راه را روشن نمی کند نمی تابد. تکانش میدهم. یهو شعله فتیله بالا می کشد چند لحظه نور تندی به درختها و دیوارها می تابد کپ صدا می کند و خاموش می شود به خانه که میرسیم رسیم ننه بابا رو به قبله است دندانای مصنوعیش را درآورده در خانه میان حیات بغل حوز روی جوی بود رویش چراغ دستی گذاشته بودند پدرم زیر لحاف بود صدای حق دوست می آمد. شب بود آخر شب همه رفته بودند ننه بابا رفته بود آن دنیا اما هم را بسته بود قفل کرده بود فقط اتاق اروسی که چهار در داشت و اتاق نشیمنمان من بود باز بود امه وسائل مثلا قیمتی و به درد و خور را ریخته بود تو اتاقهای دیگر تا امو اسدالله و امو بیایند. خدیجه همسایهمان برای من و پدرم نان تازه و خورما آورده بود. امه توی خانهش تخم مرغ آب پس کرده بود و آورده بود. من و پدرم تنها بودیم. پدرم گفته بود خواهر بمون شام دوره هم باشیم. و من گفته بودم امه بمون نمیتونم بمونم امه بچه تو خونه تنها صبح دوباره میام موازه به گاو و مرغ و خروسا باشی خوابم نمیبرد مشقایم را ننوشته چراغ لامپا روشن رو است به عکس روی دیوار خیره میشوم عکس عکس بزرگی از شطور است تمام تن شطور از حیوان درست شده مار و اغرب و پلنگ و گرگ و گوسفند و گاو و خرچنگ و قورباغه و لاک بشت. نقاش هر چه حیوان و جک و جانور بوده تو شکم و دست و پا و گردن شطور جمع کرده با آن شطور را رو روی تابلو نقش کرده شطور افساری دارد که دست مرد ژولیده و لاغر و زشتی است بر شطور شعری نوشته شده که به سختی میخوانم تازه اول شعر هم نیست پاره شده محمل بداره کار بان. به داره کاروان گر بدانی حال لیلی ناغه را پی می کنی. نه معنی محمل را می و نه معنی ناقه را و نه معنی پی کردن را. عکس آق بابا هم هست که نشست رو صندلی و دو طرفش پدرم و امو می عکس امو هم هست که لباس نظامی دارد و توی عکس لبخند می زند. خوابم نمی پرد. از این دنده به آن در نمی شدم قصه میگویم کلاخ گوهر شب چراغ رو ور میداره و میپره و میره تو قصر شاه به ملکه میگه من اینو برای شما آوردم ملکه گوهر رو میگیره و میگه از من چی میخوای کلاخ میگه بگو جادوگر پر منو سفید کنه بشم مثل کبوتر ملکه میگه برو گاو رو بیار ببینم راضی هست یا نه کلاق میره هر چی میگرده گاو رو پیدا نمیکنه میترسه برگرده پیش ملکه کلاخ همینجور سیاه سیا میمونه آواره میشه گوهر شبچراغ هم پیش ملکه میمونه حالا ملکه با گوهر چراغ چه میکنه؟ باشه برای بعد اما اصلا دو روز بعد میآید بالا واسه نظامی وقتی از سر خاک میاییم اما همچنان گریه میکند کاپشن آمریکایی ماشی رنگ دارد سبز پسته ای خوش رنگ به بازوش پارچه سیاهی بسته با سوزن گفتی بسته به آستین کاپشن ابو قاسم نیامده توی یکی از روستاهای کوچک و دورافتاده جیروفت هم مدیر و هم معلم است تنهاست نمیتواند مدرسه را تعطیل کند و بیاید توی راه کرمان هستیم دوازده سیزده سال دارم شاید از کرمان تصویرهای عجیب و غریبی دارم نشانهای کرمان را دیدم نان کتکتو سوراخ سوراخ قند و چای کاکائو لباس و کفش و نفت مجله و روزنامه حلوا ارده و بلبل شیشه ای که تویش آب میکنند و فوت میکنند تو دومش چه چه میزند و بچه بلبل هایی که میبرند کرمان غیر از آن دو سفر به پیرغیب و شهداد پا از در سرچ بیرون نگذاشتم دلم برای دیدن کرمان پر میزند ساختمان هایی از چه جوری است؟ خیابان از چه جوری است؟ مردم گاب و گسفندانشان را کجا میچرانند؟ باخاشان، رودخانهشان، کوههاشان چه جوری است؟ سینما هم دارند؟ تصویر کرمان در ذهنم ترکیبی از سیرچ و تعریف است که از شهر شنیده ام. سه تا داریم که کاسه کوزه و رخت خواب را میبرند. بعد از ظهر که چاروادار وسایل من را روی اولاغ می گذارد و با تناب می بندد ها و قوم و ها دور من جمع شده اند اما با بچه هایش آمده من صادق نتوانسته بیاید کار داشته اما اول برادرهایش اسدالله و کازم را بغل می کند و می بعد مرا بغل می کند امه بوی شیر دارد شیر تازه دست می کند تو جیبش و مشتی مویز و چند تا گردو به من می دهد و دو قران پول. گاب من را پیش امه گذاشته ایم. سگ من فیلو هی میدود ته کوچه و بر می گردد. من و موس موس می کند. یکی از الاقها را که رویش رخت خواب است من باید سوار شوم. پیاده می بزرگ شدم. مگه میشه خیلی راهه. دوازده ساعت تو راهیم. وقتی از سیرش بیرون رفتیم سوار میشم کیفم چمدانم را که آق بابا برایم آورده دستم گرفتم تویش خورما و کتاب و دفتر و قلم است. از جلو باغ چنارها رد میشویم. چنارهای بلند و پیر کنار همند. به باغ چنارها باغ سالار هم می گوییم. است اعیانی که روزهای سیزده می آمدیم زیر درختها سفره می انداختیم. ماست و کباب داشتیم. هر وقت باران نمی آمد اهالی روستا زیر چنارها آش میپختند و دعا می کردن که باران بیاید راه هاشیه کبیر را می گیریم و می رویم تا به چنار یه لنگی می رسیم تنه چناری سوخته و فقط یک تکیه کوچک از تنه مانده که آب را از زمین میگیرد و به شاخ و برگهایش می رساند. وقتی با آقبابا بالای سیرس توی مزرعه های ماش و عدس و لوبیا می رفتیم بارها این چنار را دیده بودم. راه باریک زیر نور ماه خوابیده راه مثل مار پیچ می خورد و از کوه و گدار بالا می رود. علی چاروادار آواز می صدایش تو کوه می پیشد. دلارمان نشسته بر لب جو گلی از او گرفته می, می کنه بو گلی که او بیاره بو نمیده خودم گل میشم و یارم کنه بو خودم گل میشم و یارم کنه بو آه کازم بخون پدرم میخواند بعد امو میخواند هوشو بلدی بخونی باید غریبی بخونی تا را نزدیک بشه خسته نشیم پایین گدار میایستیم علی بار الاغها را پایین میآورد کمکش میکنیم امه شام درست کرده شام را بانان میخوریم اولاخا کاه و یونجه میخورند راه میافتیم آسمان پر از ستاره است نور ماه روی کوه افتاده و اولاخا نفس نفس میزنند. علی هیهی میکند. هی می کند. دم اولاخا را به نوبت می گیرد و مواظب است که پایشان روی سنگ کنار پردگاه لیز نخورد، نیفتند. چقدر راه سربالعی و پرپیچ است. نفسمان بند آمده است. هوشو خسته نشدی؟ هنوز نم. اگرم خسته باشی نمیتونی سوار بشی. خرا نمیکشن. چقدر دیگه به کرمون مونده؟ اونقدی نمونده. اولاها تو سربالایی ها فر و فر می کنند و به گز, گز می افتند و پهن میاندازند. بوی صبح می آید. گوشه آسمان کمی روشن می شود. بالای کوه می رسیم. اینم کرمون. از بالای کوه کرمان رو در دور دست می بینم. وای چه خوشگل است. انگار همه ستاره ها را ریختند توی کرمان ستاره ها تکه از زمین را گله گله روشن کردند ستاره ها به زمین چسبیده اند ستاره ها توی سیرچ تو آسمان بودند حالا ریختند روی زمین روی کرمان جا به جا گوهر شب چراغ است کرمان برق دارد و من هیچ وقت تا آن موقع چراغ برق ندیده بودم چراخ ها ستاره اند از کوه سرازیر می شویم دلم می خواهد زود به کرمان برسیم چه خیالها که نمی کنم. دلم برای دیدن کرمان پر پر می پاهام درد گرفته علی زیر بغلم را می گیرد و می گذارد روی علاق. نسیم صبح خنک است خوابم گرفته پلکایم دارد روی هم می افتد بخوابم شوق رسیدن به کرمان خواب را از چشمم میپراند از بلبلو که روستایی سرسبز سر و کوچک است میگذریم از چشمه که آب زلالی دارد و از میان بلبلو رد می شود آب میخوریم به صورتمان آب میزنیم پدرم کنار چشمه دراز میکشد شما بریم من نمیام برمیگردم سیرچ. اما به زور بلندش میکند نمیشه بعد با ما بیای سیرج که کسی رو نداری به جاده ماهان میرسیم. جاده را می بینم. تا به حال جاده راه بزرگ و صاف بدون گودال و سنگلاخ ندیده علی اولاخا را می راند و می رود و ما من و عمو و پدرم کنار جاده می ایستیم تا سوار ماشین شویم. آفتاب بالا آمده. از سوی چمدانم تکه این نان بر می دارم و با خرما می خورم. گاهی ماشینی از جاده رد می شود. دست تکان می دهیم. نمی ایستند. آفتاب توی دشت پهند شده از صبح که کنار جاده ایستاده ایم فقط دوازده تا ماشین رد شده اند می شمارمشان دوتاشان اتوبوس بودند ماشین ها که از دور میآیند خوب نگاهشان می چه چجور ماشین است؟ کامیون هم هست یکی از آنها که از دیدنش حیرت میکنیم شکل لاک پشت است خیال می کنم از دور کاسه پشت بزرگ و قرمز رنگی می آیده. و از جلوی ما رد می شود. اوقات امو تلخ است. خیلی انتظار کشیده ایم. هیچ ماشینی ما را سوار نکرده. برای اینکه خودم را سرگرم کنم توی دشت میان بوته های خار می دوم و تا می بینم صدای ماشینی از دور می آید می دوم و می آیم کنار امو و پدرم نیستم. ماشین رد می شود و سوار ما نمی کند. آقا مو کرمون چه اما جواب نمیدهد، دهد. هرس می خورد. نزدیک ظهر از دور سر کله اتوبوسی هنهون کنان لرزان میآید. اما خوشحال می شود. بریم وسط جاده واسیم. یه وقت می بینی رد شد و سوارمون نکرد. میان جاده می ایستیم و دست تکان می دهیم. اتوبوسی که دماغ درازی دارد تپ تپ و تر تر می کند و می ایستده. راننده سرش رو از پنجره اتوبوس بیرون می آورد می خودتون رو واکاشین میان جاده چرا واسدین همون پیش می رود که سوار شود کازم دست اوچی رو بگیر زود بپریم بالا اتوبوس پر از مسافر است ایستاده هم جا ندارد خودمان را به زور لابلای مسافرین جا می دهیم دستم به جایی بند نیست کیفم را تو بغلم گرفتم و از ترس می لرزم. اولین بار است که سوار ماشین می اتوبوس پر پر می کند. از جا می کند و راه میافتد. حرکت نکرده می افتد تو دستم داز. من که دستم به جایی بند نیست میافتم. افتم. می نشینم کف اتوبوس که داغ است و کله میخورد به کفل آقایی که پشت سرم ایستاده. گرگه هم می گیرد. می ترسم. میترسم اتوبوس تصادف کنه بیافتد توی در خراب شود همه یه تعریف بدی که تو سیرچ از اتوبوس شنیدم پیش چشمم میآورم ننه بابا تعریف میکرد که با کامیون رفته بوده از مشهد از راه زاهدان همین امو اسلا بچه بوده میخواسته خفه بشود از بس توی کامیون آدم بوده هوا نداشته امو تو بغل ننه بابا پرپر میزده هرچه ننه بابا جیغ میکشد و التماس میکند راننده صدای او را نمیشنود مسافرها هم داد و بیداد میکنند اما صدا به گوش راننده و آق بابا که جلو کامیون نشسته بوده نمیرسد اما از که یک سالش بود داشت از دست میرفت دست و پا میزد و سیاه شده بود که ننه بابا چاقوی کوچکی از جیبش در میآورد و به ضرب و زور چادر کامیون را پاره می کند و کله بچه را از میان پارگی در می آورد. امو که هوا می خورد جان می گیرد. کف اتوبوس میان شلوارهای سیاه و خشتکهای بویناک و گیوه و کفشهای گنده و پاره و لنگهای دراز کیف به بغل تا کرمان می نشینم. نفسم را تو دلم نگه می دارم. کف اتوبوس داغ است. زیرم حسابی داغ شده. انگار نشستم روی تابعی که سر اجاق است زیاد سخت نمیگذرد به کرمان فکر می کنم به خانه امو به زن و بچه هایش به بازار و شیرینی و توپ و حل و ارده و نان کتکتون